با سلام خدمت دوستان و تشکر از اینکه این امکان رو به من دادن که در این مراسم که برای بزرگداشت استاد بلوکباشی برگزار میشه شرکت داشته باشم و چند دقیقه ای در خدمتتون باشم، سعی میکنم که صحبتام رو به صورت کوتاهی انجام بدم. قبل از هر چیز من میخوام این نکته رو تأکید کنم برش که مراسم بزرگداشت، نکوداشت و غیره، خب که زیاد هم برگزار میشه، من با اصلش مخالفتی ندارم، ولی معتقدم که در این مراسم یه مقداری باید از جنبه مناسکی بودن و صرفا چیزی رو گفتن برای اینکه چیزی گفته بشه خارج شد. علاوه بر اینکه واقعیت ها رو گفت و برای کسانی گفت که واقعا ارزشمند هستند در تاریخ ما، بلکه سعی کرد که در همین فرصت کوتاهی که دوستان میگذارن برای شنیدن این مطلب یا دیدن این ویدیو، چیزی، فکری، ایده‌ای به اونها منتقل بشه. اولا من متاسفم که در جمع شما نیستم. این جمع ها متاسفانه به دلیل بیماری کرونا کم شده و فعلا از راه دور باید ما این صحبت ها رو انجام بدیم، ولی به تقدیر وقتی از من خواسته شد که کار رو انجام بدم با کمال میل پذیرفتم، به دلیل اینکه همطور که گفتم این برنامه رو فراتر از یک مراسم مناسکی میبینم که خب بسیار بسیار زیاد شده در کشور ما، به این دلیل که من فکر میکنم که همطور که در برنامه های مختلف دیگه، چه در باره استاد بلوکباشی و چه در مورد بسیاری دیگه از اهالی فرهنگ، ما همین الان داریم این کار رو به طرق مختلف میکنیم، با برنامه های کوتاه ویدئویی، با انتشار کتاب هایی، با انتشار زندگی نامه هایی که در مورد خود دکتر بلوکباشی هم این کار بخشش انجام شده و بخش دیگرش انجام خواهد شد. این اقدام به نظر من نه تنها یک اقدام فرهنگی هست برای اینکه خب خدماتی که این عزیزان کردند ثبت بشه و به وسیله کسانی ثبت بشه که خودشون دستن در کار هستند و به هر حال فراتر هستن از یک دیدگاه صرفا عمومی که ممکنه به کار یک فردی باشه، علاقمندی های کار یک فردی ایجاد کرده باشه، مثلا داستانی نوشته باشه که مورد خوشایند بسیاری باشه یا کارهای دیگه کرده باشه که اونها جایگاه خودشون رو دارن، من به اون حوزه کاری ندارم، ولی در مقام دانشگاهی و به هر حال با تمام محدودیت هایی که میدونیم دانشگاه ما داره و برای بسیاری از کسانی که جایگاهشون در دانشگاه هست این جایگاه در نظر گرفته نشده و محروم شدن دانشجویان ما، و برعکس کسانی هم هستن که واقعا جایگاهشون در دانشگاه نیست. این البته در همه جا هست، هرچند که در کشورهای توسعه یافته و توسعه یافتگی این هست، یکی از مظاهرش این هست که واقعا هر کسی در جایگاه خودش باشه و همه بتونن بهترین استفاده رو از بهترین موقعیت که هر فردی داره
انجام بده. خب من فکر میکنم که شاید تحولی که در حال حاضر دانشگاه در سطح جهان داره دنبال میکنه که به اون اشاره خواهم کرد و ما در برنامه هفتگی زندگی که داریم هفته آینده پنجشنبه، همین هفته پنجشنبه فکر میکنم که در 10 تیر ما در مورد آینده دانشگاه، آینده علوم انسانی و اجتماعی صحبت خواهیم کرد. این نکته را هم میخوام در اینجا اضافه کنم. صحبت کردن از دکتر بولیک باشی به عنوان یک انسان شاخص، مؤدب، یک انسان با ارزش از لحاظ انسانی جایگاه خودش رو داره. من زیاد صحبت کردم، نمیخوام این رو تکرار کنم، ولی خب این رو میتونم بگم که در بین پیشکسوتانی که در انسانشناسی ایران وجود داشتند و هنوز در بین ما هستند و امیدواریم همیشه سایهشون در بالای سر ما باشه، من فکر می‌کنم آقای بلوکباشی چند شاخص داره که اینها نسبت به دیگران متفاوت هستن، که اولیش این در دسترس بودنش هستش. من کمتر دیدم که کسی که پیشینه شخصیتی مثل دکتر بلوکباشی رو داشته باشه اینقدر در دسترس باشه. یعنی ایشون الان جزء شورای عالی انسانشناسی و فرهنگ و سالهاست که تو جزء اولین کسانی بود که دعوت من رو پذیرفت که در این مجموعه شرکت کنه، که این مجموعه هستش که هم بین رشته ایست و هم مرزها رو در خیلی از موارد شکسته. سعی کرده اساتید و دانشجویان و کسانی رو که حالا در خارج دانشگاه هستن ولی دانشگاهی نیستند رو کنار هم قرار بده. و خب یکی از اولین کسانی که پذیرفت این پروژه رو آقای دکتر بلوکباشی بود که من همیشه از این لحاظ از ایشون تشکر کردم که قبول کرد به یک نوآوری رو پذیرفت. حالا این نوآوری یک نوآوری فناورانه نبود، ولی چیزی که من تحسین کردم در ایشون باز از شاخصهاشون هست این هست که از معدود، شاید بگم تنها پیشکسوتی هست که من میشناسم که تونسته خودش رو با دانش روز در مسئله فناوری‌های دیجیتالی و فناوری‌های رایانه‌ای انطباق بده. من شخص دیگه رو واقعا نمی‌شناسم در رده سنی ایشون، در رده به اصطلاح حرفه‌ای ایشون، با پیشینه ایشون که اینقدر دقیق مطالب رو روی وبگاه‌ها، روی کانال های مختلف تلگرامی، اینستاگرام و غیره دنبال کنه و اینقدر اهمیت بده به اونها. دنبال کردن حالا شاید به صورت یک سرگرمی خیلی ها بکنن، ولی بسیار بسیار دکتر بلوکباشی بارها بارها تذکر دادن مثلا یک اشتباهی رو که اتفاق افتاده، چون سرعتی که در به اصطلاح کار دیجیتالی و کار مثل رایانه ای هست خب کاملا متفاوت با سرعتی که در کار متعارف هست. ولی خب همیشه ما این شانس رو داشتیم که آقای دکتر بلوکباشی اشتباهات رو که کردیم ما گوشزد کرده، بدون اینکه این گوشزد کردن جنبه ناامید کننده داشته باشه، و ما هم همیشه پذیرفتیم و به دلیل اینکه از سر دلسوزی بوده اون رو اجرا کردیم. من به شخص خودم این افتخار رو نداشتم که دانشجوی آقای دکتر بلوکباشی باشم، ولی خب میتونم بگم که شاید بهترین استاد من، یا اگر نگم بهترین، یکی از بهترین اساتید من بودن در این رشته و در زندگی. و من فکر می‌کنم در زندگی مهمتر از رشته است، چون رشته به هر حال آدم یک تخصص هست، یک کار میدانی هست، یک کار نظری هست. بسیاری از مسائل رو ما توی کتاب‌ها می‌آموزیم، توی به اصطلاح کنفرانس‌ها یاد می‌گیریم و غیره و غیره،
ولی در یک میانکنش رو در رو و یک رفتار روزمره که در طول سالیان دراز ادامه پیدا میکنه، به نظر من ما آموزشی دریافت میکنیم که این قابل یاد گرفتن نه در دانشگاه هست، نه در کنفرانس ها هست، نه در کتاب ها هست. چنین چیزی امکان پذیر نیست، اینکه با یک فرد ما در تماس باشیم، تماس حالا بعض وقتا دیرتر میبینیم هم دیگر، بعض وقتا زودتر میبینیم، ولی تماس تقریبا تلفنی و از راه دور همیشه داشتیم و بعض وقتا تو این روزمره بوده، تو یکی دو روز یک بار بوده. من میتونم به جرات بگم که در 10-15 سال گذشته هیچ مشکلی نبوده یا هیچ تصمیمی نبوده که من بخوام بگیرم و قبلش با آقای دکتر بودباشی مشورت نکرده باشم. و تقریبا باز میتونم این رو هم بگم که شاید بیشتر از 90% موارد توصیه‌ای رو که ایشون به من کرده انجام دادم، به دلیل اینکه فکر کنم که این از خصوصیاتشون است که برخلاف من که یک فردی هستم که خیلی واکنش های شدید نشون میدم، خیلی در خیلی از موارد عاطفی عمل میکنم، خیلی سریع تصمیم میگیرم، سریع اجرا میکنم و پاسخ میدم یا غیره، عقلانیتی در ایشون هست که خب حاصل هم شخصیتش هست، هم حاصل تجربه بسیار بیشتری است که از ما نسل بعد از ایشون داریم و همیشه از ایشون این رو آموختم، درس اخلاق رو، و این درس اخلاق به من کمک کرده که زندگی خودم رو بهتر کنم، از لحاظ اینکه سعی کنم اون کارهای علمی رو که میکنم بهتر بکنم. در این حال که همیشه این رو من در مورد آقای دکتر بودباشی گفتم که همین درکی که از فناوری جدید داره که من واقعا نمیبینم در بسیاری از افراد، باعث شده که بسیاری از کارهایی رو که خب شخص من یا دیگران میکنن کم ارزش تلقی نکنه، درک بکنه که مثلا این کارها چرا ارزش داره در کنار کارهای دیگه، بدون اینکه کارهای دیگه رو نفی بکنه. مثالی براتون میزنم، خب همه میدونین که من جزو حالا انسانشناسانی هستم که اولا روی جهان مدرن کار میکنم، دوری معاصر کار میکنم، نه روی اون به اصطلاح حوزه کلاسیکی که انسانشناسی و مردم شناسی کار میکنه، من روی مسائل شهری کار میکنم، مسائل روز کار میکنم، مسائل هویتی کار میکنم، آسیب شناسی شهری کار میکنم و غیره. خب دکتر بولباشی دقیقا در این حوزه نیست، یعنی خب کسانی که کارهایشون رو بشناسن میدونن که ایشون روی موضوعات کلاسیک انسانشناسی کار میکنه، موضوعات متعارف کلاسیک و ارزشمندی که مثل فولکلور، مثل سنت‌های مردمی، مثل به اصطلاح تمام پایه‌هایی که ما در فرهنگمون داشتیم که بسیار بسیار مهمه. و کاری هم که میکنه یک کار بسیار تخصصی است. من از جمله خیلی خوشحال هستم که ایشون مقالاتی رو که توی دایره المعارف بزرگ اسلامی داشتن در مورد حوزه‌های مختلف الان دارن منتشر میکنن، میکنم در 7 جلد منتشر میشه در انتشارات بنیاد مقفات افشار، و یکی دو تا از اینها هم میکنم یکی دو جلدش در اومده و خب مقالات بسیار دقیق در حوزه مثلا تهران شناسی، در حوزه به اصطلاح باورهای عمومی و غیره، و بدون اینکه اینها صرفا مقالات توصیفی باشه، واقعا مقالات تحلیلی و در عین حال توصیفی و مقالاتی که ما میتونیم واقعا به عنوان منبع و مأخذ بسیار بسیار مورد اعتماد از اونها استفاده کنیم. من واقعا فکر میکنم که کارهای آقای دکتر بودباشی در این زمینه اگر بهتر نباشه از نمونه های مشابه خارجیش، مثلا اون چیزی که در
ایرانی کار میشه و خودشون فکر کار کردن هیچ کمبودی نسبت به اونها نداره، بنابراین منبع بسیار مطمئنی است و خیلی من خوشحالم که ایشون این کارها رو داره منتشر میکنه، خصوص به وسیله یک ناشر بسیار خوب که ارزش میده به این کارها بیشتر و بیشتر برای با ارائه بهتر اونها از لحاظ شکل. ولی گفتم این پذیرش نوآوری، پذیرش فناوری که در مورد خود من میتونم حداقل شهادت بدم این است که آقای دکتر بالک بلوک باشی برخلاف سیستم دانشگاهی ما که من خب تمام مدارج دانشگاهی رو تا آخر طی کردم با مشکل زیاد، و خب چرا این مشکل زیاد بوده؟ به دلیل اینکه من به شخصه معتقد به دخالت اجتماعی بودم. خب این مکتبی هست یا شاخه هستش در علوم اجتماعی که شناخته شده است، از دورکیم بگیرید تا بوردیو این شناخته شده است. گروهی از کسانی که در علوم اجتماعی هستند کسانی هستند که معتقدند که علوم اجتماعی و حالا اینجا انسانشناسی قبل از هر چیز وظیفش این هست که دخالت اجتماعی بکنه. یعنی چی؟ یعنی که اجازه نده که سیاست همه چیز رو در دست بگیره. این فاجعه ای که در اکثر نقاط جهان ما باش سر و کار داشتیم، میتونم بگم در این 50 سال بعد از 50-60 سال بعد از جنگ جهانی دوم، ولی به خصوص در هزاره جدید، یعنی از سال 2000 به این طرف که جهان واقعا وارد یک نوع خشونت کور شده، هم نسبت به همدیگه فرهنگ ها و یورش هایی که برده شده به فرهنگ های بسیار قدیمی، کشورهای بسیاری در همین منطقه نابود شدن، و هم این یورش وحشتناکی که به محیط زیست وارد شده که تا کل انسانیت رو به خطر انداخته، و ما شاهد این هستیم که چطور اقلیم در حال تخریب هستش و این تخریب به خود گونه انسانی خواهد رسید. خب گروه از به اصطلاح کسانی که در علوم اجتماعی هستن معتقدم باید در این دخالت کرد. ما نباید بگذاریم که فرایندی که به صورت عمومی در کل جهان داره اتفاق میفته و اون این هست که در حقیقت امر سیاسی، امر فرهنگی رو به صورت یک زائده ای از خودش درآورده یا داره در میاره یا میخواد در بیاره، چنین اتفاقی رو باید جلوش رو گرفت و جلو گرفتن از این صرفاً با یک کار دراز مدت علمی دانشگاهی عمیق که در حوزه خود اون کار خونده بشه، قضاوت بشه و غیره انجام پذیر نیست. اون کار بسیار ارزشمنده و برای اون باید زمان لازم داشت، برای اون باید کار بسیار شدیدی کرد. خب ما کردیم، به مقدار زیادی من اون کار رو کردم و درجات دانشگاهی رو هم به همین ترتیب طی کردم، ولی خب همیشه معتقد بودم که وظیفه گروهی از لااقل کسانی که در علوم اجتماعی هستن دخالت اجتماعی است. ما امروز با یک جامعه سر و کار داریم که به دلایل مختلف که صرفا هم سیاسی نیست، ولی خب بخش زیادش هم سیاسیه، با مشکلات واقعا زیادی روبرو هستش. کشوری با پیشینه ایران که یکی از واقعا ثروتمندترین کشورهای جهان است هر لحاظ که بگیم، چه نیروی انسانی و جوانی که داره، چه استعدادهایی که داره، چه منابع طبیعی که داره، منابع معدنی که داره، نفت و گازی که داره، سرزمینی که داره، که با این پهناوری، با این تنوع فرهنگی، با این تنوع زبانی، با این تنوع از سنت ها و غیره، و با این پیشینه تاریخی که واقعا بی نظیر هست در جهان، خب چنین سرزمینی در موقعیت قرار بگیره که بسیاری، حالا نمیگم اکثریت، تا من اینجا رأی صادر کنم، ولی میتونم لااقل روی تجربه خودم بگم اکثریتی یا به هر حال بخش بزرگی از جوانانش و کسانی که باید اون رو بسازن، آینده خودشون رو در اون جستجو کنن،
به دنبال این باشند که مهاجرت کنند، برن از ایران و غیره. اینکه اینها میرن و در کشورهای دیگه و بعضی از اونها، نه همشون، شاید واقعا از کسانی که میرن 5%، زیر 5%، 10% واقعا برسن به یک موقعیت بهتری از لحاظ بهره‌ای که میتونن بدن به علم و دانش. ولی اون رو هم به نظر من ما به حساب خودمون نمیتونیم بگذاریم. اون کشوری که اینها رو جذب کرده، بهشون امکانات داده، دانشگاهی که جذبشون کرده و به هر حال امکاناتی که در اختیارشون گذاشته، حق اونه که این کار رو بکنه. شما میدونید در آمریکا، آمریکا یک کشوری است که اصلا کشور مهاجرانه، مهاجران ساختنش اصلا، و همه اینها، حالا همون سفیدپوستانی هم که میگیم مهاجر بودن، مهاجرای ایرلندی بودن، مهاجرای بودن که از اروپای غربی رفتن به آمریکا، ولی مابقیشون که دیگه از آسیایی و آفریقایی و غیر و غیر است. و الان میتونیم در آمریکا از سال 2025 این گروه به اصطلاح اقلیت، این گروهی که اونهایی که بهشون میگفتن اقلیت، یعنی رنگین پوستان، اینا میشن اکثریت در آمریکا. و خب همین رو الان شما در ترکیب های مختلفی که نهادهای آمریکایی داره، دولت حتی آمریکا داره، میبینید. خب این برای آمریکا یک امتیاز بوده و این بحثی که همه در آمریکا به جز یک راست افراطی و خیلی عقب افتاده قبول داره و پذیرفته که آمریکا رو باید حاصل کار مهاجرانش دونست. متا این مهاجران بعد دیگه تبدیل به آمریکایی میشن و هیچ اشکالی هم در این قضیه نیست و فرهنگ آمریکایی چنین چیزیست. خب در اروپا یه مقداری کمتر، ولی باز مثلا در کشور مثل فرانسه تا حد زیادی فرهنگ کسانی که مهاجرت کردن. اما این مسئله در کشورهایی که مهاجر فرست هستن، یعنی ما این مهاجران از اونها رفتن، باعث یک نوع فقر فرهنگی میشه. دقت داشته باشین که ایران کشوری نبوده هرگز از تاریخ چند هزار سال پیش، من تا امروز میگم، کشوری نبوده که مهاجر فرست باشه. ایران دوره های خیلی کوتاهی داشته که یک مهاجرت گسترده ازش اتفاق افتاده. یک مهاجرت زرتشتیان بوده در قرن دهم میلادی به هندوستان که بعد پارسی ها رو در اونجا وجود آورد و بعدم مهاجرت های اخیرش هم در همین سالهای دهه 50 و 60 بوده که اتفاق افتاده. ایران کشور بوده که همیشه جذب میکرده. چرا جذب میکرده؟ به دلیل اینکه تکثر فرهنگی که امروز در جهان تازه دارن بهش میرسن و میخوان مدیریتش کنن، سالیان سال در ایران داره اجرا میشه. کارهای آقای بلوک باشی رو بخونید، میبینید چقدر این رنگ و رنگی فرهنگ ایرانی، چقدر این انعطاف پذیریش، چقدر این سازشی که بین گروه های مختلف قومی، زبانی، سبک زندگی و غیره وجود داره، این رنگارنگی که به نظر من شاید بهترین نمادش لباس عشایر ما هستش، به اصطلاح رنگ هایی است که در شما عشایر میبینید. این رنگ ها در واقع رنگ هایی است که اگر هر رنگ رو سمبل یک فرهنگ بگیرید، رنگارنگ بودن تمدن ایرانی رو نشون میده. تمدنی که همیشه شما در شب چهار فصل رو دارید در هر لحظه از سال و تنوع بی نهایت طبیعی که درش میبینید، این در فرهنگ هم وجود داره. و خب ما شناخت این رو مدیون کار کسانی مثل آقای بلوک باشی هستیم. ولی خب همین آقای بلوک باشی هرگز نه تنها من رو مثلا نفی نکرده یا جلوم رو نگرفته که دخالت اجتماعی بکنم، آسیب شناسی رو که کار اصلی من هست انجام بدم، همیشه تشویق میکنه. من هر بار که بهشون صحبت میکنم، ایشون میگه که شما تا جایی که ممکنه بنویسید، مشکلات رو بنویسید، راه حل رو بده، تحلیل کنید، مسائلی رو که الان در جهان وجود داره رو بگید که ما چطوری باید در ایران بتونیم به یک راه حلی برسیم و غیره. و خب این رو من واقعا مدیون ایشون هستم که دخالت اجتماعیم رو کنار نگذاشتم و در کنار کارهای علمی که حالا میکنم در دانشگاه،
این دخالت اجتماعی رو هم همیشه انجام میدم. میدونم که این ارزش داره، مثل همین کاری که الان من اینجا میکنم و مباحث رو که مطرح میکنم. ما اگر این کار رو نکنیم، نباید انتظار داشته باشیم که فرض کنید که حوزه سیاسی بخواد جایگزین فرهنگ بشه. حوزه سیاسی اصولا چیز دیگه است و حوزه سیاسی ناشی از فرهنگ یک کشوره، نه برعکس. یعنی اینکه تا فرهنگ یک کشوری واقعا قوام نگیره، شکل نگیره، مردم آگاه نشن، درست رفتار نکنن، انتظار اینکه حوزه سیاسی بخواد کاری انجام بده به یک انتظار بیهوده است. در همه جای جهان البته گفتم به شما، امر سیاسی، حوزه سیاسی به دنبال اینه که فرهنگ رو تصاحب کنه و اجازه نده که هیچ بحثی در مورد فرهنگ بشه مگر اینکه اصلش مسئله سیاست باشه. خب ما تلاشمون میکردیم که از این مسئله خارج بشیم، در مورد مسئله زبان فارسی، مسئله زبانهای محلی که در ایران وجود داره، گویش های مختلف زبان فارسی، سنت های محلی که در ایران وجود داره، به بسیاری مسائل دیگه که خود آقای دکتر بودباشی در موردش کار کردن، هنر ایرانی، معماری ایرانی و غیره. ما تلاشمون در این بوده که به نشون بدیم که فرهنگ امر بسیار بالاتری است از مسئله سیاست یا از مسئله اقتصاد. من صحبتم رو اینجا باید تموم کنم چون از اون فرصتی که خواسته شده مقدار شاید بیشتر شده، ولی همه جا من تاکید کردم که توسعه بدون فرهنگ، بدون اینکه نه که فرهنگ رو به عنوان یک زائده در نظر بگیره، بلکه فرهنگ رو به عنوان یک اصل در نظر بگیره، توسعه بدون فرهنگ به هیچ کجا نمیرسه. توسعه بدون هنر به هیچ کجا نمیرسه. توسعه بدون اینکه اهمیت بده به افراد فرهنگی، اینها رو بیاره بالا در سطح اجتماع، اینها رو در رأس قرار بده، صحبت اینها رو گوش بده و اجرا کنه، به هیچ جا نمیرسه. و حتی کسانی که فکر میکنن که فرهنگ رو میتونن حاشیه‌ای بکنن، الان ببینن که 700 سال، 800 سال، 1000 سال بعد آیا کسی فردوسی رو به یاد میاره، خیام رو به یاد میاره، مولوی رو به یاد میاره، عطار رو به یاد میاره، یا فرض بکنین پادشاهان و وزیران و چه میدونم دبیران و غیره و غیره، کاتبان و غیره رو که حالا ما صحبتی از اون مثلا حکام ظالم و غیره نمی کنیم، ولی حتی حکامی که عادل هم بودن، کسی اینها رو به یاد نمیاره، اینها رو فقط به عنوان یک اشاره میکنن رد میشن ازشون. ولی چه چیزی باقی میمونه؟ فرهنگ باقی میمونه، هنر باقی میمونه، اینها هستش که جهان رو ساخته تا به امروز، انسانیت رو ساخته و در آینده خواهد ساخت. به هر حال من این صحبت رو کردم برای اینکه باز هم احترام خودم رو و ارزش رو که برای کار آقای دکتر بلوکباشی به عنوان استاد در این رشته قائل هستم خدمت شما بگم و برای ایشون آرزوی سلامتی و شادی و خوشبختی بکنم به رغم تمام مشکلات و همینقدر توانا که امروز هستن و هنوز مشغول کار هستن، هر روز مشغول کار هستن و امیدوارم که همیشه همینطور بمونه و ما هم در خدمت ایشون هستیم از راه دور یا از راه نزدیک. بسیار ممنون از همه شما.